در این بخش میخوایم در مورد پیاده سازی اکسس لیست در شبکه های IPv6 صحبت بکنیم. از اونجایی که مفاهیم اکسس لیست در IPv4 تا حد زیادی عیناً منتقل میشه با IPv6، حتما بایستی قبل از مشاهده این ویدیو مطمئن بشید که اکسس لیست IPv4 رو به درستی میشناسید. برای اینکه اکسس لیست IPv6 رو با اکسس لیست IPv4 مقایسه کنیم، در قالب یک مثال جلو میریم که توی این مثال یه چندین نکته وجود داره در مورد تفاوت‌ها که بهش خواهیم پرداخت. خب یه سناریو خیلی ساده در نظر گرفتیم، یک کلاینت و یک سرور که بینش یه روتری وجود داره که رنج این سمت بین کلاینت و روتر 2001.1 و بین روتر و سرور هم 2001.2 هست. ما میخوایم یه ارتباطی رو برقرار کنیم و بعد با استفاده از اکسس لیست یه کارایی رو انجام بدیم. خب ابتدا میایم بستر رو آماده میکنیم تو روتر R1، IPv6 Unicast Routing، اینترفیس فست 0.0، IPv6 آدرس 2001.1 /64 و فست 0.1.2.1/64. سمت کلاینت IPv6 Unicast Routing، اینترفیس فست 0.0، IPv6 آدرس 2001.1.2/64 و سمت سرور IPv6 Unicast Routing، اینترفیس فست 0.0، IPv6 2001.2.2/64. یه پروتکلی مثل EIGRP رو هم کانفیگ میکنم تو روتر R1، IPv6 روتر EIGRP 1، EIGRP روتر ID 111، اینترفیس فست 0.0، IPv6 EIGRP 1 و فست 0.1 هم به همین صورت. البته بایستی خود EIGRP رو هم فعال کنیم. میام تو سمت کلاینت IPv6 روتر EIGRP 1 نو شات داون، EIGRP روتر آیدیش هم باشه مثلا 222 و اینترفیس فست 0.0 IPv6 یا EIGRP 1 که الان اینجا باید یه همسایه یاب بشه و نهایتا روی سرور IPv6 روتر یا EIGRP 1 نو شات داون یا EIGRP روتر آیدی 333 اینترفیس فست 0.0 IPv6 یا EIGRP 1. قاعدتا اینجا هم بایستی الان یه همسایگی ایجاد شد که هنوز ایجاد نشد. ببینم پینگ دارن، پینگ 2001.2.2. خب به نظر میاد اینجا نوشات مثلا نزدم. اگر یا این سم خب چک میکنم شو، بله الان بالا اومد، اون سمت سرور نوشات نزد. از سمت کلاینت به سمت سرور پینگ میکنم، پینگ 6.2001.2.2، پینگ IPv6 2001.2.2. خب ارتباط برقرار. من رو سرور تلنت هم راه میندازم برای اینکه بتونم ارتباط پروتکل تلنت رو هم تو سرور تست کنم.
میام میگم لاین بی تی وای 0 تا 15 پسورد رایکا و لاگین. میام اینجا سمت کلاینت تلنت. خب آی پی نمیده، اگه آی پی وی 6 قبول نکنه باید با هاست نیم. خب قبول کرد، یوزر رای پسورد رایکا و بس، ارتباط تلنتی من درسته. حالا میخوام بیام اکسس لیست بنویسم. و اگه یادتون باشه توی IPv4 Access List هم اکسس که می نوشتیم، پروتکل رو اگه IP انتخاب می کردیم، سورس IP و دستینیشن IP فیلد های اصلی بودن که می تونستون انتخاب کنیم، و اگر پروتکل رو البته ICMP هم انتخاب می کردیم، باز سورس IP و دستینیشن IP اصلی ترین فیلد هایی بودن که می تونستون انتخاب کنیم. وقتی پروتکل رو TCP و یا UDP انتخاب می کردیم، علاوه بر اون آدرس پورت مبدا و پورت مقصد هم قابل انتخاب بود. البته تو اکسس IPv4 فیلد های هدر IPv4 و فیلد های ICMP هم قابل انتخابه که ما حالا خیلی در مورد جزئیاتش صحبت نکردیم، اما مهمترین فیلد های این هایی بود که من بهشون اشاره کردم. اینجا هم از این قضیه استثنا نیست، اونجا اکسسی سو میتوستیم شماره ای بدیم، اینجا فقط اکسسیس رو به صورت اس میتونیم بدیم و دیگه شماره معنی نداره. با این دستور IPv6 اکسسیس به جای IP access list که اینجا اس میدی، استاندارد اکستندد هم اینجا دیگه پس معنی نخواهد داشت، بنابراین من میگم IPv6 access list مثلا ACL1 یه تست واردش میشه. اینجا با دستور permit و یا deny شروع میشه. اولین کاری که باید بکنیم پروتکل رو انتخاب بکنیم. میتونیم پروتکل نامبر رو مشخص کنیم، پروتکل های معروف مثل ICMP، IPv6 و TCP و UDP و البته پروتکل های دیگه ای هم توی این لیست اومده مثل پروتکل IPsec که حالا یا AHP که باز دی دست زی مجموع پروتکل های IPsec محسوب میشه که ممکنه بعضی از اونها رو نشناسید. من اگر IP رو انتخاب بکنم، یعنی IPv6 رو انتخاب بکنم، با اولین چیزی که میتونم انتخاب کنم سورس IPه که میتونم IPش رو بدم با ماسکش any یعنی هر آدرسی، و هاست یه تک IP خاص رو میتونم انتخاب کنم. permit IPv6 میگم مثلا 2000 هاست 2001 و 2 که آدرس کلاینت میشه، و دستینیشن من اینجا سرور به عنوان مثال 2001 2 2 که باز این اگر بخوام رنجش رو در نظر بگیرم اینجوری در نظر میگیرم /64، و اینجا میبینیم که بقیه فیلد هایی که باز قابل انتخاب هست به عنوان مثال فیلد DSCP تو هدر IPv6، فیلد فلو لیبل تو هدر IPv6، فیلد های مختلف دیگه هست که اینجا قابل انتخاب هست. برای لاگ گرفتن میتونیم لاگ رو فعال بکنیم. اما من یه عکس خیلی ساده نوشتم که ترافیک IP بین این هاست و این رنج کاملا مجاز باشه، که اگر من این رو مثلا به اینترفیس فست 0.0 موقع ورود اپلای کنم، فقط به جای دستور IP Access Group از IPv6 Traffic Filter استفاده میکنیم. اسمش هم که ACL1 در نظر گرفته بودیم اگه اشتباه نکنم، ACL1 انتخاب کرده بودیم، ACL1، و جهت ورود یا خروج رو مشخص میکنیم. ترافیک وقتی از این سمت وارد میشه وارد فصل 0.0 میشه و از فصل 0.1 خارج میشه، چون فصل 0.0 رو انتخاب کردم موقع ورود خواهم زد. خب الان با این کار من دیگه نه تلنت هم مشکل باید داشته باشه، نه پینگ هم باید مشکل داشته باشه. پینگ IPv6 2001 2 2. خب اینجا همسایگی لحظه دان شد و بعد دوباره آب شد. در مورد این موضوع حتما من الان صحبت خواهم کرد. حالا میام اکسس رو یه تغییر کوچولو میدم، میام میگم IPv6 اکسس لیست ACL2
اینتر پرمیت، این دفعه میگم آی پی، باز پروتکل آی پی وی سی، اول آی سی ام پی انتخاب میکنم، آی سی ام پی، سورس آی پیش رو میدم 2001.1، اگر 3 بود مجاز باشه به رنج 2001.2/64 برای آی پی من مجاز نخواهد بود. این تک آی پیه، باید حتما کلمه هاست رو قبلش بدم. این دفعه فقط پینگ مجازه، اونم از آی پی 3. الان برای نه پینگ خواهم داشت نه تلنت. دیباگ آی پی وی 6 آی سی ام پی، ببینم پیغامی هم میاد. من درسته اپلای اصلا اپلای نکردم. همسایگی ای آی جی آر پی داون شده، یعنی من الان اکسس رو از روی الان اکس روی اینترفیس من شو رانینگ کانفیگ اینترفیس فست سف سف اکسسیس ACL 1 رانه و پکت های خود EIGRP الان داره فیلتر میشه. این نکته تو IPv4 هم ما گفته بودیم، اگه بخوام اینو اصلاح کنم IPv6 اکسس لیست ACL 1 میگم پرمیت پروتکل نامبر IPv6 و پروتکل نامبر IPv6 پروتکل نامبرش رو میتونیم انتخاب بکنیم. IPv6 پروتکل نامبر که باید ببینیم EIGRP چیه. EIGRP IPv6 پروتکل نامبر خب اینجا پروتکل EIGRP پروتکل نامبرش رو 88 انتخاب کرده، ولی چیزی در مورد IPv6 اش ننوشته، فقط نوشته EIGRP. من برای اطمینان پکت EIGRP رو اینجا کپچر میکنم، قبلش اکسسی رو از روی اینترفیس برمیدارم، اینترفیس فست سف سف IPv6 ترافیک فیلتر ACL 1 موقع ورود اپلای کرده بودم و نو میزنم. الان باید EIGRP پیش آب بشه که آب شد، ولی میخوام مطمئن بشم که پروتکل نامبرش چیه. پکت رو کپچر میکنم تا پروتکل نامبر EIGRP برای IPv6 رو پیدا کنم. خب این هلویی که از سمت EIGRP میاد، سیسکو EIGRP توی IPv6 نکس هدرش EIGRP همون 88، یعنی همین چیزی که ما اینجا دیده بودیم 88. بنابراین میتونیم همین رو به ACL 1 باز بذاریم توی R1 IPv6 access list ACL 1 permit IPv6 پروتکل نامبرش رو IPv6 پروتکل نامبر که میشه 88 any. یه بار دیگه من اپلای کنم اینترفیس فست سف سف IPv6 ترافیک فیلتر ACL 1 موقع ورود، ببینیم بازم یا جاپی میفته یا این دفعه دیگه نمیفته و بایستی پینگه دوباره بله درسته این دفعه دیگه نیفتاد و ما میبینیم که تونستیم پینگه رو انجام بدیم. فقط یادتون نره قبلا گفته بودم توی اکسس تو آی پی وی 4 ترافیک هایی که مقصدشون خود روتره و یا مبدعشون خود روتره یه جور متفاوتی با اکسس لیست نگاش کنید. به صورت پیش‌فرض ترافیک هایی که ورود به روتره
و مقصدشون خود روتره، اینا با اکسس لیست مچ میشن و بنابراین باید حواسمون باشه که پکت های سیگنالینگ مثل الان دراپ نشه. یعنی موقع ورود به یک اینترفیس ما میخوایم اکسس لیست بزنیم، حواسمون باید به ترافیک های سیگنالینگ هم باشه. اما زمانی که موقع خروج از یک اینترفیس اکسس لیست رو مینویسیم، این شامل پکت هایی که از خود روتر جنریت میشه نیست و بنابراین اگر شما حتی پرمیت نکرده باشید پکت های سیگنالینگ رو هم، باز پکت های سیگنالینگ به راحتی عبور میکنه و اصلا پکت هایی که از خود روتر خارج میشه اصلا با اکسس چک نمیشه. اما پکت هایی که مقصدش خود روتر باشه، پکت های سیگنالینگ با اکسس های این موقع ورود به اینترفیس چک میشن و بنابراین باید حواسمون باشه که فیلتر نشه. خب داشتیم ACL دوم رو می نوشتیم، show running config section ACL دو. تو ACL دو نوشته بودیم که اگر هاستش سه باشه بتونه پرمیت کنه، اپلایش ولی نکرد، اینترفیس فست سرف سرف IPv6 ترافیک فیلتر ACL دو موقع ورود. ممکن این سوال براتون پیش میاد که ما زمانی که اکسس IPv6 رو موقع ورود میزنیم میتونیم اکسس IPv4 هم بزنیم؟ جواب بله است. یعنی شما قبلا دو تا اکسس میتونستید تو هر اینترفیس بزنید، یکی موقع ورود یکی موقع خروج. الان میتونید 4 تا اکسس بزنید، دو تا برای IPv6 دو تا برای IPv4. اگه تو اکسس دو هم من ترافیک ERJP رو باز نذاشتم، ERJP داون شد، برای این رو هم اصلاح میکنم. IPv6 ACL ACL 2 پرمیت 88 any. الان باید دوباره آپشه. بله میبینیم که دوباره ERJP آپ شد وقتی که اون رو مجازش کردیم. خب الان از کامپیوتر کلاینت نباید سرور رو پینگ بکنم بخاطر اینکه فیلتر شده. اینجا A نشون داد که حالا مخفف چی هست که مثلا اجازه نمیده، حالا A رو اینجا مخفف چی گرفته من دقیقا نمیدونم ولی اجازه نمیده. اما اگه IPش رو عوض بکنم به اینترفیس فست سف سف IPv6 آدرس 2001.1.3/64 و دوباره پینگ بزنم، حالا همسایگی داون میشه ولی دوباره همسایگی آب میشه و این دفعه هنوزم شو IPv6 ERJP نیبر و الان بالا اومد شو IPv6 روت ERJP و پینگ 2001.2 پینگ IPv6 و همچنان A میزنه. تو اکسس دو شو رانی کانفیگ اینترفیس فست سف سف ACL دو شو IPv6 اکسس لیست ACL 2 show IPv6 access list ACL 2. اینجا مچینگ ها رو به شما نشون میده. گفتیم اگه 2001.1.3 بود مجاز باشه به رنج 2. من چند IPM show IPv6 interface brief. من الان دو تا آی پی دارم و بنابراین با اون آی پی دو داره خارج میشه پکت. میگم اینترفیس فست سف سف نو آی پی وی سیکس آدرس 2001.1.2/64 شو آی پی وی سیکس اینترفیس بریف. میبینیم که الان قاعدتا دیگه باید درست باشه پینگ آی پی وی سیکس 2001.2.2. بله می‌بینیم که این پینگ هم برقرار شد و من مشکلی ندارم. خب حالا بیایم با ترافیک‌های
TCP UDP کار کنیم، اکسس هم دفعه موقع خروج بزنیم یه تفاوت های ایجاد کنیم، اینترفیس فست سف سف خب این رو برش میدارم شو رانینگ کانفیگ اینترفیس فست سف سف، این دفعه اکسس اصلا نشه. حالا یه اکسس جدید میرسیم به اسم ACL 3. خب اینجا میگم پرمیت کن و پروتکل این دفعه TCP در نظر میگیرم، سورس آی پی هاست، این لاگی که باید میداد الان تازه اون لاگ رو داد، من آخر دستور لاگ زده بودم با دیلی لاگ رو ارسال کرد. حتی بکنم پیش فرض هم 5 دقیقه یه بار لاگ رو ارسال میکنه برای اینکه جلو شلوغی لاگ ها رو بگیره. پرمی تی سی پی هاست 2001 آی پی رو 3 دادیم، به کجا؟ با هر سورسی به هاست 2001 2 اکوال 23 که میشه تلنت. دوستان من اینجا ای آی جی آی پی رو باز نمیذارم ولی هیچ مشکلی پیش نمیاد، چرا که من میخوام این اکسسیس رو موقع خروج از اینترفیس فست صف یک بذارم که شامل پکت های سیگنالینگ نمیشه. اینترفیس فست تن صف یک آی پی وی سیکس ترافیک فیلتر ای سی ال 3 موقع خروج، یعنی این شکلی شد شورانین کانفیگ اینترفیس فست صف یک، این اکسسیسی که اپلای کردم شو اکسس لیست ACL 3. خب الان تلنت من هیچ مچینگی نداره، من میام از کلاینت یه تلنت میزنم، بزنیم بنویسم تلنت 2001 2 2 و میبینیم که تونستم تلنت بکنم. و اگر من اینجا دوباره مچ بگیرم میبینیم که اینجا الان 24 تا پکت مچ شده و بنابراین من میتونم بر اساس پورت مبدا و پورت مقصد هم ترافیک رو فیلتر بکنم. اما اینا چیزایی که تا الان گفتم هیچ فرقی با IPv4 نداشت، فقط سینتکس متفاوت شده بود، ولی دقیقا ما از همون قوانینی که تو اکسس IPv4 استفاده کرده بودیم الان توی اکسس IPv6 هم استفاده کرد. اما باید توجه بکنید که توی IPv6 همونجور که قبلا دیدیم یه سری پروتکل های پایه‌ای و کریتیکال وجود داره، مثل پروتکل های نیبر دیسکاوری پروتکل که بر اساس ICMP کار میکنن. به صورت پیش‌فرض توی سه خط پایانی اکسس های IPv6 این سه خط وجود داره. بگو تو IPv4 آخرین خط همیشه دینای IP NNI. توی IPv6 بالای اون دو تا پرمیت همیشه وجود داره که پکت های نیبر دیسکاوری، ادورتیزمنت و سالیسیتیشن، که این دو تا باید مجاز باشه. اگر مجاز نباشه مکانیزم ARP، مکانیزم دوپلیکیت آدرس دیتکشن، مکانیزم روتر ادورتیزمنت، خیلی از مکانیزم ها دچار مشکل، مکانیزم مثلا آی پی اتوماتیک آدرس اساینمنت یا اس ال ای، اینا همه مکانیزم هایی هستن که توی آی پی سی دوچار مشکل میشه اگر آی سی ام پی نیبر دیسکاوری دینای بشه. برای همین به صورت پیش فرض تو آی پی وی 6 این دوتا خط همیشه خورده و شما لازم نیست اصلا بهش توجه بکنید مگر اینکه واقعا بخواید فیلترش بکنید. و این یکی از تفاوت های کریتیکال اکسس لیست IPv6 نسبت به اکسس IPv4. نگاه کنید الان من اگر مثلا بیام تو روتر آی1 بزنم شو IPv6 نیبر، که این میدونیم با دستور نیبر سالیسیتیشن و نیبر ادورتیزمنت کار میکنه، ببین روتر همسایه‌اش رو قشنگ دیتکت کرده رو کدوم اینترفیس چه آی پی آی وجود داره. اما من اگر بیام پکت های اصلیم رو دراپ بکنم، مثلا من میام یه اکسس لیستی بنویسم، اکسس لیست IPv6 اکسس لیست ACL 4، مثلا میام میگم که
پرمیت کن TCP any equal 23 تلت رو باز بذار، بعد میام عمدن میزنم دینای کن ICMP دینای کن ICMP any جلوی پکت های نیبر ادورتیزمن و نیبر سالیسیتیشن با این روش گرفته میشه. چرا؟ چون من عمدن اومدم اون رو دینای کردم. فکر کنم کتاب هم یه مثالی تو این زمینه داشت. اینجا که دینای ICMP NENE. البته دو تا چیز دیگه رو هم دینای کرده. پکت هایی که با آدرس FF2 مالتی کست میشن. همین رو اگه من الان چک کنم. clear IPv6 neighbor. باید اینترفیس رو بدم فست سف سف و فسیف سف یه شو IPv6 نیبه. یه کمی سب میکنم ببینم باید چه اتفاق میفته با توجه به اینکه من هنوز اپلایش هم نکردم. ACL 4 تلنت رو مجاز کردم، ICMP رو غیر مجاز کردم. یه کمی اگه سب کنم شو IPv6 نیبرز هنوز اکسسیس رو اپلای نکردم. خواهم ببینم چقدر طول میکشه. پین 2001 2 2. آخرین اکسسی که نوشتم پینگ رو غیر مجاز کرده بود. فقط ACLS فقط فکر میکنم تلنت رو مجاز کرده بودیم. ACLS البته این توی اکسسیس نیبر دیسکاوری دوچار مشکل نمیشه چون به صورت ایمپلیسیت پکت های ICMP نیبر دیسکاوری نیبر ادورتیزمنت نیبر سالیسیتیشن و نیبر ادورتیزمنت پکت های مجاز شمرده میشن. شو IPv6 نیبرز. خب میبینیم که الان همسایه ها دیتک کرده، حدود مثلا کمتر یک دقیقه زمان برد تا این اتفاق افتاد. حالا من میام اکسس لیستم رو تغییر میدم، مثلا روی اینترفیس فصل 01 اینجا رو که هم فصل 00 هم فصل 01 رو میشناسه. من میام روی اینترفیس فصل 01 IPv6 اکسس لیست، IPv6 ترافیک فیلتر، آخرین چیزی که داده بودیم ACL 4 بود دیگه. ACL مثلا 4 موقع خروج شو رانینگ کانفیگ اکسس لیست ACL 4 شو اکسس لیست ACL 4 اینترفیس فست صفیه ACL 4 رو اپلای کردم. شو رانینگ کانفیگ سکشن ACL 4 تو اکسس هم نیست. IPv6 اکسس لیست ACL 4 سامی هم میگم permit TCP any equal 23 دینای کن ICMP دینای کن ICMP any بعد permit به عنوان مثلا IPv6 any. ببینیم الان show running config سکشن ACL 4 و الان اکسس 4 هست. من یه بار دیگه کلیر میکنم clear IPv6 EIGRP neighbors show IPv6 EIGRP neighbors. خب قاعدتا بایستی باشه clear IPv6 EIGRP clear IPv6 neighbors و show IPv6 neighbors. و الان هیچ همسایگی نداره، ولی بعد یه مدت کوتاهی باید روی اینترنت فصل 01 همسایگی شناسایی نشه، ولی روی فصل 03 باید شناسایی بشه. و من پینگم بزنم و اینکه بله این پینگ برقرار نمیشه به خاطر اینکه خب من جلوی پکت ICMP رو گرفتم، ولی تلنت باید بشه. تلنت 2001 2 2 میبینیم که تلنت اتفاق میفته. اما بعد میام اینجا میگم show IPv6 neighbors. خب رو فست صف یک
یکی از همسایگی‌ها دیتکت نشده. اینجا نگاه کنید، اینجا توی فصل 01 این همسایگی الان شناسایی نشده و جلوش گرفته شده پکتش. برای فصل 00 مشکلی نداره، برای فصل 01 اگه میخوایم کامل جلوش گرفته بشه این دوتا خط رو هم اضافه بکنیم که جلوی این رو هم بگیره، کاملا جلوی پکت های نیبر دیسکاوری گرفته خواهد شد. برای تفاوت رو اینجا احساس کردیم. البته ما هیچ وقت این کار رو انجام نمیدیم مگر در شرایط خیلی خاص، اما من میخواستم بدونی که توی اکسس آی پی وی 6 شما به صورت پیش‌فرض پکت های آی سی ام پی رو دارید و پکت های آی سی ام پی مربوط به نیبر دیسکاوری، پروتکل نیبر دیسکاوری رو به صورت پیش‌فرض دارید و اینا جزو ترافیک های مجاز محسوب میشه. و آخرین نکته که تو اکسس آی پی وی 6 میخوام بگم این که ما توی اکسس آی پی وی 4 برای تلنت و SSH که ترافیک های منیجمنت بودن اکسس 3 جدا داشتیم که با اکسس کلاس مشخص میکردیم توی لاین وی تی وای. اینجا هم داریم، مثلا من میتونم بیام توی سرور بیام میگم که آی پی وی 6 اکسس لیست مثلا تلنت، میگم پرمیت کن، اگر پرمیت کن تی سی پی اگر از 2001.1.3 بود به 2001.2.2 اکوال 23 مجازه. کلمه هاست رو اینجا جا گذاشتم و بعد میام توی لاین وی تی وای اپلایش میکنم، لاین وی تی وای 0 تا 15. اونجا اکسس کلاس میزدیم، اینجا ببینم چی داریم، اینجا هم همون اکسس کلاس اسمش هم شده تلنت. تلنت موقع بود و اگه آی پی من 3 باشه من میتونم تلنت الان بزنم، اگه غیر دیگه آی پی دیگه داشته باشم نمیتونم تلنت بزنم. الان آی پی 3 بود تونستم تلنت بزنم. آی پی مو برمیدارم، اینترفیس فست 00 نو آی پی وی 6 آدرس 2001.1.3 به جاش میدم 2. الان دوباره باید همسایگی یه جای پی آب شه. خب میبینیم آب شد، اما تلنت من برقرار شد. ببینیم شو show IPv6 access list telnet. خب اینجا هیچ مچینگی نداره، ببینم درست اپلای کردنش هم شکلی بود یا نه. IPv6 access class مشکل من اینجا لاین VTY 0 تا 15 IPv6 اکسس کلاس تلنت موقع بود. الان نباید تلنت بزنم. بله میبینیم که زده نشده و اینجا اگه بزنم شو IPv6 اکسس لیست تلنت میبینیم مچینگ هم داره، مچینگش رو که اینجا نشون نداد. نه مچینگ نداره دیگه، اگه 3 باشه مچ داره. بزنیم آی پی رو عوض کنم، الان دینای شد. اگر آی پی بذارم نو آی پی وی 6 آدرس 2001.1.2/64 به جاش میکنم 3، الان باید ای آی جی پی دوباره آب شه و بعد تلنت بزنم مچینگ هم جو داشته باشم. خب میگم تلنت 2001.2.2 بعد تلنت دارم و اینجا الان باید مچ شده باشه. بله دو تا مچ هم اینجا دارم. بنابراین ما میبینیم که اکسس لیست تو آی پی وی 6 خیلی شبیه اکسس لیست تو آی پی وی 4. فقط تنها نکته‌ای که باید بهش توجه بکنیم یکی تفاوت سینتکس هاست، یکی هم اون که ایمپلیسیت رولش غیر از دینای اینی یعنی دو تا خط بالاش داره که آی سی ام پی مربوط به نیبر دیسکاوری رو پرمیت میکنه، ولی از نظر مفاهیم هیچ تفاوتی با
با اکسس های قبلی، یعنی اکسس IPv4 نمیکنه. از نظر پارامترهایی که میتونیم انتخاب کنیم وقتی پروتکلمون IP و یا TCP و UDP انتخاب میکنیم، از نظر مباحث مربوط به آسان کردن اکسس موقع ورود به اینترفیس روتر یا موقع خروج به اینترفیس روتر، پکت های سیگنالینگ چجوری هندل میشه، بحث اکسس های منیجمنت که به لاین وی تی وای اساسی میشه، همه اینا رو با هم مرور کردیم که فقط بگم که خیلی شبیه همون چیزی که قبلا شما تو اکسس IPv4 یاد گرفتید.